یکی از نمایندگان دینی جمهوری تاجیکستان حاجی میرزا ایبرانوف در گفتگو با روزنامه‌نگار آزادگان برنامه بیگمزاده در خصوص مشکلات مبارزه با اکستریمیسم فکر خود را اظهار نمود. در ملاحظه خود او گفت که برای پیشگیری جوانان از داخل شوی به گروه های اکستریمیستی باید دینداران شناخته را به منبر برآوردن لازم است تا که دینداران جوانان را از این راه بازگردانند. اینچنین او ابراز داشت که اهالی کشور به این دینداران باوری دارد و آنها را از گروه های اکستریمیستی و سلفیه نمیپندارند. آنها در مبارزه علیه تروریسم و سلفیه پیشقدم شده میتوانند. من در همه صحبت هایم جوانان را همچون نصیحت از پیروی چنین گروه ها من نموده مذهب باباهایمان حنفی را به آنها توصیه میدهم. اگر ما پیروی به مذهب پیشگذشته هایمان کنیم و از گروه های اکستریمیستی دست کشیم معماها حل میگردد، ابراز داشت حاجی میرزا. در اینجا باید قید کرد که بجای آن که نماینده دین شده ایستاده از محدودیت های نسبت دین اسلام جاری شونده و راه پیشگیری تعقیب شوی مسلمانان که حکومت با بهانه تروریسم و اکستریمیسم فشار آورده ایستاده است سخن کند، حاجی میرزا افسوس روی پیش گرفته رژیم رحمان سیاست ضد اسلامی را دستگیری کرده ایستاده است و بجای آن که مسلمانان را در اساس اسلام به متحد شوی دعوت کند و آنها را به تقسیم شوی در اسنای مذهب ترغیب میکند، گروه های اسلامی را باشد تروریستان و اکستریمیستان صفت داده با این ظلم پیشگرفتی نظام رحمان را دستگیری میکند. اینچنین در بیانات خود روحانی گفته است که در کشورمون نسبت اسلام و مسلمانان محدودیت ها وجود ندارد، حالان که یک قطار محدودیت ها نسبت رعایت کردن احکام های دین تطبیق شده ایستاده است. از جمله آنها رخصت ندادن گزاریدن نماز در مسجد ها و جوانانی که سینی آنها به 18 نرسیده است، منع حجاب پوشی زنان و دختران در جای های جمعیتی و دانشکده های عالی، تعقیب طرز نمازگذاری دیگر مذهب و غیر سنفی، منع نمازگذاری کارکنان دولت در جای های کاری و رفتن آنها به نماز جمعه وجود دارد.